زوزه های وحشت و جنگ گرگ ها در رژیم آخوندی به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا. تصویب قطعنامه پارلمان اروپا با تاکید بر نقض حقوق بشر در ایران و پیگیری این موضوع در رابطه با رژیم، واکنش های هراس‌آلود دیکتاتوری آخوندی، آن هم در بحبوحه مذاکرات رژیم با کشورهای پنج به علاوه یک را به دنبال داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آخوندها: اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع بینان است. پاسدار حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: این قطعنامه دخالت جدی در امور داخلی ایران است و خانم کاترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید. طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آخوندی: اگر غرض از راه اندازی نمایندگی اتحادیه اروپایی در ایران مداخله در مسائل حقوقی و قضایی داخلی نظام باشد، این دفتر اجازه تأسیس نخواهد گرفت. بصر پاش، عضو دیگر مجلس ارتجاع: در این قطعنامه به صحت انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که به پیروزی حسن روحانی منجر شد خدشه وارد شده است که این دستاورد سفر کاترین اشتون به ایران است. کامران، عضو کمیسیون امنیت مجلس آخوندی: دستگاه دیپلماسی باید طبق سند چشمنداز و برنامه‌های کشور دیپلماسی فعال و در برخی موارد دیپلماسی تهاجمی را در دستور کار قرار دهد. زارعی، عضو مجلس ارتجاع: این قبیل اقدامات اروپایی ها ناشی از برخی اظهارات منفعلانه در داخل کشور است. اقدامات اروپایی ها و صدور این قطعنامه ها نشان می دهد بحث آمریکایی ها و پنج به علاوه یک با نظام هسته‌ای نیست و حتی حقوق بشر و موشکی هم نیست، بلکه آنها با اصل و هویت نظام مشکل دارند. سرکرده ارگان بسیج ضد مردمی در دانشگاه ها: اگر روزی که هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا بدون رعایت قوانین کشور با دو تن از محکومان فتنه دیدار نمود، از این گروه توسط وزارت خارجه بازخواست صورت می گرفت و منجر به اخراج آنها از کشور می شد، دیگر نه شاهد گستاخی جدیدی به عنوان دیدار خانم اشتون با گروهی دیگر از فتنگران بودیم و نه شاهد تصویب چنین قطعنامه های طلبکارانه ای. بسیج هرگز اجازه راه اندازی لانه جاسوسی جدیدی در خاک ایران را به مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر نخواهد داد.